منبر جهانی. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بزر شوکت، شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بزر شوکت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. برادران و خواهران عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در برنامه امروز می‌خواهیم درباره سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و مکانت آن در دین مقدس اسلام و امر به پایبندی به سنت برای شما مطالبی را بیان بکنیم. امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی به ما و شما توفیق پیروی از قرآن کریم و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را نصیب فرماید. قرآن کریم در آیات متعددی میگوید که سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وحی از جانب الله سبحانه و تعالی است و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هر چه میگوید به امر الله سبحانه و تعالی و به وحی او تعالی میباشد. در سوره مبارکه نجم میفرماید و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. هرگز به هوای نفس سخن نمیگوید، یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هیچ وقت از پیش خود و از هوای نفس خود سخن نمیگوید و هر چه که میگوید وحی الله سبحانه و تعالی است، وحی که الله سبحانه و تعالی به ایشان فرستاده است. و در سوره انعام هم در آیه 50 الله سبحانه و تعالی می فرماید این اتبعو الا ما یوحا الی، من پیروی نمی کنم جز آنچرا که به من وحی می رسد. و در سوره نساء آیه 13 الله سبحانه و تعالی می فرماید و انزل الله عليك الكتاب والحكمه، و الله سبحانه و تعالی این کتاب یعنی قرآن مجید و حکمت یعنی سنت را برای تو عطا کرده است و برای تو فرستاده است. حکمت در بیشتر آیات قرآنی به معنای سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که در سوره جمعه آیه داریم، آیه 2 که هو الذي بعث في أميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، هوست که در میان مردم بی سواد پیامبری از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر او بخوانند و آنان را از آلودگی های فکری و روحی پاکشان کند و به آنها کتاب یعنی قرآن کریم، کتاب الله، و حکمت یعنی سنت را بیاموزد. پس سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وحی است از جانب الله سبحانه و تعالی به پیامبر بزرگوار اسلام و سنت غیر از قرآن کریم است. در قرآن کریم خیلی از موضوعات به شکل مجمل برای ما بیان شده است و بعضی از امور اصلا ذکری در قرآن شده اما تفاصیل آن بیان نشده است که ما در سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می توانیم با این موضوعات پی ببریم. اطاعت از سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شرط ایمان است. در قرآن کریم قبول کردن سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را یکی از ارکان و پایه‌های اساسی ایمان برشمرده است. در سوره نساء آیه 65 الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن حقیقی نخواهند بود مگر آنکه تو را در آنچه میان خود
نزاع و اختلاف دارند به داوری بپذیرند، سپس از حکمی که کرده ای در وجودشان هیچ دلتنگی و ناخشنودی احساس نکنند و به طور کامل تسلیم شوند. و در سوره نساء آیه 59 می فرماید که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلك خیر و احسن تأویلا. ای اهل ایمان، از الله اطاعت کنید و نیز از پیامبر اطاعت کنید و همچنین از صاحبان امر خودتان، یعنی از علما و حکام مسلمان، و اگر درباره چیزی نزاع داشتید آن را برای فیصله یافتن یا برای دریافت حکم به الله رجوع کنید، اگر که به روز قیامت ایمان دارید و به الله و پیامبرش ارجاع دهید. این ارجاع دادن به الله و پیامبرش برای شما بهتر و از نظر عاقبت نیکوتر است. طوری که در این آیه مبارک شنیدید، اطاعت از الله سبحانه و تعالی اطاعت از پروردگار می باشد. در سوره نساء آیه 80 هم الله سبحانه و تعالی می فرماید که و من یطع الرسول فقد اطاع الله، هر کس که از پیامبر اطاعت کند در حقیقت از الله سبحانه و تعالی اطاعت کرده است. و در سوره نساء آیه 59 باز می فرماید که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، ای اهل ایمان از الله اطاعت کنید و نیز از پیامبر اطاعت کنید و همچنان از صاحبان امر خودتان. پس ما مکلف هستیم به عنوان مسلمان و به عنوان مؤمن در قدم اول از قرآن کریم که کتاب الله سبحانه و تعالی است اطاعت کنیم، سپس از سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که گفتار و کردار و رفتار و احکامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای ما بیان میکنند. همچنین انکار از سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سبب خشم و غضب الله سبحانه و تعالی است. در سوره نور آیه 63 الله سبحانه و تعالی می فرماید فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم. پس دعوت پیامبر را در میان دعوت خود مانند دعوت بعضی از شماها مانند هم دیگر قرار ندهید، پس باید کسانی که از فرمانش سرپیچی میکنند بر حذر باشند از اینکه بلایی در دنیا یا عذابی دردناک در آخرت به ایشان برسد. طوری که گفتیم من یطیع الرسول فقد اطاع الله، هر کس که از پیامبر اطاعت کند در حقیقت از الله سبحانه و تعالی اطاعت کرده است. و همه امت مسلمان مکلف و ملزم بر این هستند که از سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اطاعت کنند و در همه امورات و اعمال زندگی خود مطابق سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و مطابق احکام قرآن کریم عمل کنند. در سوره احزاب آیه 21 الله سبحانه و تعالی می فرماید که لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. یقینا برای شما در روش و رفتار پیامبر الله الگوی نیکویی است برای کسی که انواره به الله و روز قیامت امید دارد و الله را بسیار یاد می کند. یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای هر انسان مؤمن و مسلمان الگو و نمونه است که ما باید از ایشان پیروی بکنیم و مطابق با سنت ایشان عمل بکنیم و اگر که نافرمانی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را نمودیم مستحق عذاب و گرفتار جهنم و آتش دردناک آن خواهیم شد. در سوره آل عمران آیه 31 الله سبحانه و تعالی اگر الله را دوست می‌دارید از من پیروی کنید تا الله شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشاید و الله آمرزنده مهربان است. بگو از الله و از پیغمبر اطاعت و فرمانبرداری کنید. برادران و خواهران عزیز و گرامی، سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در همه امور زندگی برای ما مانند قرآن کریم مشعل هدایت است. امروز
متاسفانه در بین مسلمانان کسانی پیدا شدند که میگویند ما قرآنی هستیم، یا میگویند که ما فقط به قرآن عمل میکنیم، یا میگویند که ما به سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کاری نداریم، بلکه ما همه اعمال خود را بر اساس قرآن کریم انجام میدهیم تا در بین مسلمانان اختلافی وجود نداشته باشد. برای این انسانهایی که در حقیقت از قرآن کریم هم بیخبر هستند، در حالی که خود را قرآنی میخوانند، باید بگوییم که شما اگر که سری به قرآن کریم بزنید، در آیاتی که در آنجا ذکر نماز شده است، میبینیم که ذکر نماز به طور مجمل در قرآن کریم بیان شده است و در جایی از قرآن ما سراغ نداریم که بگوید که نماز صبح را چند رکعت بخوانید و نماز ظهر را چند رکعت بخوانید و نماز عشاء یا مغرب را چند رکعت بخوانید یا نماز جمعه را و نماز عید را چطور بخوانیم، بلکه به طور مجمل درباره نمازها در قرآن کریم ذکر شده است و این سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که به ما روش و طریقه نماز خواندن و آداب و احکام و سنن و فرایض و واجبات آن و همچنین درباره اوقات نماز و درباره تعداد رکعات نماز و درباره چگونگی خواندن نماز برای ما روشنی می اندازد و ما را در این مسئله راهنمایی می کند. همچنین درباره روزه ما می بینیم که در قرآن کریم روزه به طور مجمل در بعضی آیات و به شکل مختصر در بعضی از آیات دیگر ذکر شده است، اما همه احکام روزه و طریقه گرفتن روزه در قرآن کریم ذکر نشده است که این را سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای ما بیان می کند. همچنین در حج و سایر عبادات نیز چنین است. حتی در مسائل ازدواج، مثلا جمع کردن بین خاله و همه زن، در قرآن کریم ذکر نشده است و این سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که این مسائل را برای ما بیان می کند. پس ما به خاطر این که درست الله سبحانه و تعالی را عبادت بکنیم و به خاطر این که مسلمان واقعی و مؤمن واقعی باشیم، باید از قرآن کریم و موازی با آن از سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اطاعت بکنیم تا راهیاب گردیم و هر کسی که سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را انکار بکند و یا به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم توهین روا دارد یا که یکی از احکامی که با احادیث صحیح از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده باشد و جزء احکام و جزء اساسات دین باشد را انکار کند، این انسان از دایره اسلام خارج می گردد و مستحق جهنم و عذاب الله سبحانه و تعالی می شود. پس ما باید سعی کنیم که با درک سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به سنت ایشان عمل بکنیم تا اینکه در نزد الله سبحانه و تعالی به عنوان بنده مطیع و فرمانبردار و مستحق بهشت و مستحق رضایت الله سبحانه و تعالی قرار گیریم. در سوره نور آیه 63 برای شما عزیزان قرائت کردم که الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که کسانی که با فرمان الله سبحانه و تعالی مخالفت می‌کنند و با فرمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مخالفت می‌کنند، باید بترسند که بلایی بر آنان فرود آید یا اینکه به عذابی دردناک گرفتار شوند. در این حدیث شریف آمده است که کسی که از الله سبحانه و تعالی اطاعت می کند و باید از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز اطاعت کند. امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی به همه ما و شما توفیق پیروی از قرآن کریم و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را عنایت کند و ما در همه امور خود مطابق سنت و روش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عمل بکنیم، طوری که قرآن کریم به ما امر فرموده است. در پناه حفظ پروردگار متعال باشید و سلام علیکم و رحمت الله و برکات. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر،
بیفشاند جهانی بذر شوکت، شکسته هر بوت و هر بوت نمایی، نماد عزت دین است و دولت.